سلام بازه دل در لایو اینستاگرام و سلام بازه دل در اسکال، برگشتیم با یک کلاس دیگه از سری کلاس های باله مبتدی. قبل از هر چیز میریم که با هم گم کنیم. همگی بلند میشیم، آماده و حاضر و با هم شروع میکنیم. اول از همه دستا رو میبریم بالا، نفس، دستا بغل، زانو خم، آروم زانو رو بغل میکنیم، دستا رو میکشیم جلو، آروم بلند میشیم، دستامون عقب، همگی جلو، کمرامون صاف، آروم میشینیم، آروم پا میشیم، یه ذره پاها رو باز میکنیم. خم و صاف، پاها بازشه، یه کوچولو خم و صاف، پاها بسته، یه کوچولو پاها خم و صاف، بعد میگردیم میریم بالا، دستامون رو میکشیم میایم پایین، پاها بسته میریم بالا، دستامون رو میکشیم، دستامون رو بغل خودمون رو میکشیم، آروم میایم پایین. حالا را میریم، پا رو در جا میاریم بالا 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 بالا، میندازیمش بالا کاملا، میندازیم مخالف، دستا عقب، سمت راست، وسط و چپ. حالا میریم سراغ درس اصلی. ما هممون میایم روی بار وای میسیم و با هم دیگه اول تمرین ترن اوت انجام میدیم. ترن اوت یعنی پس همون با یه فاصله مناسب از بار میستیم، چون که به بار تکیه نکرده باشیم یا از بار خیلی دور نباشیم. وای میستیم، همه حاضر، دست رو به بار با هم انجام میدیم. باشه، همه یه ذره با هم باز، وزن رو میدازیم یک کوچولو روی پاشنه، برمیگردیم روی نوک انگشتامون و پنجه هم خود، آروم رو میتوام میکنیم، آروم آروم میزنیم زمین، آروم رو میتوام میکنیم، آروم آروم میزنیم زمین، دو میتوام پا برمیگرده، دو میتوام پا برمیگرده. حالا یواش آروم وزن میاد روی پای چپ، پای راست، یواش از بدن خارج شه، پا رو میگردونیم وای میستیم، میگردونیم وای میستیم، پا رو از رو میگردونم، پا رو از رو باز میکنم، دو میتوام میرم خونم، پای چپ حاضر، بس کجاست؟ روی انگشتای پای راست، مگه نه؟ پامونو خیلی وا کردیم، نه نه نه، یه کوچولو حاضر، میچرخونیم باز میکنیم، میچرخونیم داخل باز میکنیم، میچرخونیم داخل باز میکنیم، برمیگردیم سر جام. حالا پاها رو میبریم دو تا دست رو یه باره، یکیش دو میپوام برگرده پایین، اون یکی دو میپوام برگرده پایین، حالا دو میپوام شه، این یکی با صاف میاد کنارش، اون برمیگرده پایین، از بغل به اینا نگاه کنیم، دو میپوام میکنه، این صاف میاد کنارش و برعکس میریم پایین، در جا میریم. حاضر، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، پاها باز میشه، آروم اندازه یک ذره بیشتر از عرضشون پا رو باز میکنیم، همه دو میکنم میکنیم، یه فشار یه لحظه دستمون روی باره، دو میکنم میکنیم، یه فشار یه لحظه دستمون روی باره، آروم یه کوچولو باز میکنیم، حساب میکنیم، یواش برمیگردیم سر جامون، پاها رو میبندیم و میریم سراغ تمرین بعدی. الان میخوام با هم حرکت پیله رو انجام بدیم. باشه، همگی دست همون روی باره و شروع میکنیم.
پس هر دو تا دست روی بار فاصله مناسب، پاها یک کوچولو باز، آروم و یواش زانو رو خم، یه ثانیه نگاش کنیم زانو تو امتداد پامه، همه انگوشام رو زمینه، همه چی خوبه، پام داخل که فشار نمیدم، همه چی مرتبه، بنش حالا هم دیگر نگاه میکنیم، پا رو خم میکنیم، بلند بشیم. باشه، حالا دوباره پا رو باز میکنیم، میریم پوزیسیون دوم. خب اول از همه ببینیم راحتیم روی پا زمین، فشار قشنگ درسته، پامو که به داخل نرفته، نه قشنگ خوشگل وایستادی، زانو رو یک صاف شکم سه باسن سه بلند میشیم، یکی دیگه دمی پیه بلند میشیم، آروم بزروی پای چپ، آروم و یواش میان خونه، شماره یه سه پای راست ماچ کنه پاشنش، پای چپ هم حاضر، راحت وایسادم، اگه راحت نیستم هم میبندم. باشه، آروم زانو رو خم میکنم بلند میشم، یه بار دیگه زانو رو خم میکنم بلند میشم، حالا پای چپ هم میاد جلوی پای راستم، من راحت ایستادم، من صافم، من شکم واسن توه، پس انجام میدم، دمی پلیه بلند میشم، پای چپ رو میذارم کنار راست، حالا میریم سراغتون، همه حاضر، میریم روی پای چپ، پای راست بیرون، پای راست آروم یواش خونه، پای چپ دومی پوان میشه پوان، آروم دومی پوان، برمیگرده خونه، پای راست دومی پوان پوان دومی پوان، برمیگرده خونه، بازم پای چپ دومی پوان پوان، برمیگرده خونه، و از روی پای چپ پای راست شلو دومی پوان پوان، آروم میره خونه، پای راست باز بشه بشه بخار چپ میره، یه پلیه، یه پاهاساف، یه خلوره، پازن، با دقت پا رو ببندیم. میخوام راجع به مبحث دقیق صحبت کنیم، اینکه ما چجوری از حالت ترن اوت بخوام به سمت دقیق بریم، دقیق به زبان فرانسوی این پشت. خب به جلو میگیم دوان، به بغل میگیم کته، به پشت میگیم دقیق، یا میگیم آن اما به سمت جلو، علسه کن به سمت شماره دوممون یا همون کنارمون اصطلاحا اینجا، و آن اقیق به سمت عقب. خب این هم گرامرهای زبان. ببینید شما میایستید، خوب به حرف منو گوش بدید، همه با هم وایمیستیم روی بار، روبرومون رو نگاه میکنیم و صدای منو جونه گوش میکنیم. خب ببینید دقیقا همونه، وزن میاد روی پای چپ، خب آروم پای راست تو سعی کن یک کوچولو ببره بیرون، کمر فشار بهش نه، بردی. خب حالا یک کوچولو دست راستم رو برمیدارم میذارم بالای اونه پا، به پا میگم به چرخ، یه ذره میچرخم تا جایی که میتونم، انگوششو میکشم زیر ناحیه باسنم، یه ذره درد میگیره، یه ذره پشت کمرم کشیده میشه، آروم همون جوری جارو میکنم میام خونه. اون یکی پا رو انجام بدیم، همه حاضر، دو تا دست روی بار، دوباره پاها موازی، قشنگ حسش کنیم، وزن روی پای راست بریم، یه کوچولو من ناحیه لگنم جو به جا میشه. خب این تکنیکی راحت تر بتونید روی یه پاتون باشید، یه ذره من کلم میام این سمت. خب پای چپ آروم میره تا جایی که دردم نگیم. خوبه؟ خب آروم 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 پامو باز میکنم، از بالا حسش کنید در میاد، انگشت پامو میکشم، قشنگ نگاه کنینش، حسش کنید، اینجوری نیستید، میدونی چی میگن؟ چجوری پارو برگردیدم برمیگردیم خونه. حالا پاها رو باز میکنیم، با هم دیگه انجام میدیم، من پارو کش میزنم که من بتونیم از پشت من ببینید. خب درخشی که هم پشت میکنم بتونید، میخوام میکنم متوجهش، همه حاضرین. خب وزن روی پای چپ، دستا روی با، شکم صفر، باسن صفر،
پاها یه ذره باز یک پا از یک دست تو بذار روی روی پا او رو عقب او رو عقب انگوشت رو تو بگش برگردی خونه قشن نفس بکشی بریم این بر نیا کن میرم 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 یک کوچولو یک کوچولو انگوشت رو میکشم برگردم یک بار دیگه انجام میدیم این نفس بغل من نگاه میکنی همه حاضر شماها دو تا دستتون اول باز شدم همه حاضر وز روی پای چپ بیرون 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 انگوش رو تو بکش دگم باز برمیگردیم خونه همه یه باهاتان همه حاضر مثلا دست دینا بگم خب میریم سراغ پای چپ همه وزن از روی دوتا پا میاد میره روی یه دونه پا باشه میریم بیرون پس یک کوچولو با این مسئله آشنا شدیم که زمانی که داریم به سمت دقیق میریم چه اتفاقی میفته. عزیزای دلم که تازه بالا رو دارن شروع میکنن حواسشون باشه دو سه ماه شاید یه ذره درگیر باشید تا کامل بتونید حس کنید بدنتونو. پس توی اون مدت سعی کنید خیلی فشار نیارید باشه قدم به قدم خودش اتوماتیک درست میشه. الان همه میخوام یه تمرینی روی زمین انجام بدیم که یه کوچولو بهتر بتونیم ماهیچال پشت سرمون رو احساس کنیم برای امروز. خب من یه دونه بالش میارم. از همه شما هم خواهش میکنم که یه دونه بالش لطفا بیاریم. بالش رو روی زمین میذاریم. خب بعد من آهنگ رو میذارم. حالا با هم شروع میکنیم. باشه. قرار چکار کنیم؟ قرار بینشون دنبال کنیم. ببین. آروم همه میشینیم زمین. خب بالشو میذاریم زیر ناحیه شکم. اوکی اینجا. خب دستامونو به هم بفتیم پاها رو به هم میچسبونم. خب میبینیم پاها رو به هم چسبوندم. خب موازی زانوها روی زمین. ببینیم زانوها روی زمین. حالا آروم یواش پاها رو باز میکنم شماره یک. خب خوب به میناجون نگاه کنیم. اول فقط به میناجون نگاه کنیم. همه این شکل نشستین به من نگاه کنید. پای راست رو یه زمین فشار میده به این پای راست همه. خب یه زمین فشار میدم آن پای چپ رو یه کوچولو میارم بالا میذارمش پای یه کوچولوها نمیدازمش یه ها بالا. خب حالا برعکس آروم وزن میدازم به پای راست پای چپ پای راست رو من بالا. حالا همه شروع کنیم همه همون الان با هم میخواد تمرین دقیق رو انجام بدیم. الان همه سرامون رو میذاریم زمین. خب خیلی راحت باشیم. خب پس گردن من راحت روی دستای منه سرم آزاده وزنم رهاست همه چی مرتبه زانوها به هم چسبه به صدای بینا گوش میکنیم انجام میدیم. باشه زانوها رو از حالت موازی میشه ترنت از بالا دندان خودتون رو باز کردیم نگنم یه ذره به پای چپ فشار بیاریم پای راست رو یه کوچولو بکش انگوشش رو بیا بالا بذار زمین نفس بود. حالا برعکس میریم روی پای چپ آروم پای راست میریم روی پای چپ پای راست رو میاریم بالا میذاریم زمین یه بار دیگه حاضر روی پای راست پای چپ بالا بدو پایین روی پای چپ پای راست بالا بدو پایین پاهم رو ببندیم پاهم رو بیاریم داخل بدن آروم سرمون بلند کنی میدان رو نگاه کنی پاهای میدان رو ببین الان پوینته فلکسش میکنه که تنش از اون باش بپره بیرون پوینتش میکنه فلکسش میکنه باشو میذاره زمین یواش دستش زمین یواش آروم بلند میشی بریم حرکت بعدی. تو جلسه این گذشت چی یاد گرفتیم بعد از بسمون چاندو؟ کشیدن گفتیم بطن و تاندو شده کشیدنیه بالا بردنی پرت کردن مگه نه همه هم میگه بوده دست روی بار وای میسیم خیلی خیلی راحت و آسون از روی حرکت های سمت جلو سمت بغل رد میشیم. باشه همه حاضر همه آماده همه پوزیسیون اول ایستادیم. باشه آماده بعدن که خفن تر بشیم از
پوزیسیون سوم انجام میدیم، خفن تر از اون شدیم پنجم. ولی این حرکت از هر دو مدل انجام میشه، یعنی هم از اول انجام میشه هم از پنجم. دست روی با، دو تا دست روی با، فاز روی پای چپ، پای راست بیرون بکشش، پای راست صبحی یا بالا بذارش زمین. دو میکروان یواش آروم جارو خونه روی دو تا پا، روی پای راست بایستادن، پای چپ بیرون بره بالا بیاد پا بیرون پوینت آروم رها کنم بیان خونه. یه بار دیگه بیرم روی پای چپم، پای راستم بلو برو بیرون، بلو بیا بالا بذارم زمین برم خونه، بیام روی پای راستم، پای چپم بره بیرون بالا بذارم زمین بیام خونه. حالا این نکته رو بگم، یک لحظه پاهاتون شما ببندید من نگاه کنید. توی حرکت سکوند خب یا به سمت کنار رفتن، شما هیچ قانونی ننوشتید که اینه و همه این گونه باز میشوند، چون بدن ما انسان‌ها با هم یه تفاوت داره. درسته؟ شما امروز روزگار در هر نقطه که پات باز میشه، یعنی وقتی دست روزه روی باری یک کوچولو وزن بذاری روی پاشه و پاتو باز میکنه، اگه اینجا راحتی، دست شما باید دقیقا در امتداد همینجا باشه و پای شما توی حالت دوم در امتداد همینجا باید باز شه. خب یک بار دیگه یادآوری میکنم، فکر نکنید که این باید اینجوری بره ها، این اینجوری میره اگر که مینا اینجوری باز بشه. خب نسبت به هندسه بدن مینا جای پا عوض میشه و تعیین کننده نقطه نهایی هستیم. یعنی این شوته میناست وقتی خوشگل و ناز تونسته ترنقشو باز کنه. خب حالا اگه مینا پاهاش انقدر باز نشه چی؟ مینا که اولش اینجا باشه، خب اینجا میشه شوتش، دیدیم؟ و این هیچ ارتباطی با صرف هم از علی انعطاف نداره. شاید شما روزی که دارید ویدیو رو میبینید به هر دلیلی بدنتون باز نشه، تاکید میکنم یک روز پای شما از ناحیه لگن ممکنه خوب باز شه، راحت باشید، یه روز نه، این خیلی طبیعیه. خب هر روز به نسبت اون باز شدن اون روز تعیین میکنید هندسه تن رو. و لطفا بدنتون رو احساس کنید، یک تصویر نذارید که همه اینجا پاشون خیلی بازه و من خیلی برام سخت، حالا اینجوری وای میستم و الان شد نه، این آسیب میزنه، این کمک به یادگیری نمیکنه. تا جایی که راحتی بتون رو باز میکنید، این خیلی هم قشنگ و شکیله و انجام میدید. باشه برمیگردیم سر با. حالا الان میخوایم بریم جل. خب همه تا جل که راحت، اول کجاست؟ وزن روی انگوش با میناجون انجام میدیم، وزنش رو روی پاشنا دیدیم، پاشو باز میکنه، بریم میریم روی پای چپ، جارو 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 پام پوت بیاد بالا یواش زمین الان پوینت، حالا دو میپام بره خونه، همه دیریم روی پای راست میرم بیرون میرم بیرون میرم بیرون میشم خواهم میرم بالا یواش آروم میام زمین میرم خونم. بریم سراغ پای پشتی، همه حاضریم؟ شماها دو دستتون روی باره ها، من باید نشونتون بدم، این دو دست من هم مثلا روی باره. خب میره بیرون میره بیرون میره بیرون، پاشو میکشه، آه 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 برد بالا، تموم شد. حالا یکی پا حاضر میری بیرون، ببین قشن برس به این پا باشا، کمر تو کج نکنی، اگر تو همینجا میتونی یا همینجا صاف مثل پرنسس ها بار میستی، پا میره بالا میزنی زمین پن گری خونه. این هم تا اینجا، بریم حرکت بعدی، آب بخوریم. پس ما تا الان اینجا اومدیم، همون حرکاتی که جلسه پیش انجام داده بودیم و استدامه میگیم تعمیم دادیم، گسترش دادیم و در همه جهت هایی که باید امسال یاد بگیریم داریم انجامشون میدیم. خب حرکت بعدی چیه؟ خون دوشان. خب ما یاد گرفتیم دعا
دومی خوند و شامبو. خب ما نصف قاچ کیک کشیدیم. نگه نه، چرا کامل نکشیدیم؟ چون اون موقع هنوز یاد نگرفته بودیم که ماهیچه های این قسمت بدن رو احساس کنیم و رقص و کلا هنر فیزیکال احساس کردن ماهیچه هاتونه. پس بدنتون گوش بدید، اگه 1% احساس کردید راحت نیستید فشار اضافه وارد نکنید. باشه اجازه بدید که ماهیچه ها پیدا کنه راه انجام دادن درست رو. به حرفام دقت کنید، اینا رو الکی نمیگم. یه روز پیش رفته میشید و میرسید به تک به تک این جمله ها. ببینید حالا به این سراغ هوندوشان. نینا جون رو از پشت نگاه کنید. قبل از اینکه بره سراغ هوندوشان که بخش پشتم به شماست، قبل از اینکه بره سراغ هوندوشان میخواد یه چیزی به شما نشون، به شما نگاش کنید. مینا میره رو پای چپ، مگه نه قبوله؟ پای راست بره جلو، بره جلو، تاندو جلو، بیاد اول، بره پشت، بره پشت، برگرده این بری، بره جلو، بیاد اول، بره پشت، برگرده. به این حرکت میگیم پس تختخ. پس به معنی عبور گذر شده است. خب داری رد میشی، متوجه منظورم میشی؟ ببین چجوریه، میاد جلو، میاد اینجا، میره پشت و تمام مدت ملینا وزنش رو روی پای چپش نگه میداره، خب که بتونه این کار رو انجام بده. اگه ملینا بخواد بیاد از جلو، بیاد اول، وایسه، دوباره انتقال بس کنه، این حرکت در نمیاد. متوجه شدی اینا فوتوفند میشه. حالا چرا نمیخوزی دادم؟ ببین خوشگل من، ما هفته گذشته یاد گرفتیم که من وزنم روی پای چپ، میام جلو، یه نیم دایره برگردم خونه. اما این هفته میخوام یاد بگیرم پامو روی زمین بچرخونم. کسایی که تازه دارن انجام ده اولش یه جوریه، بعدش درست میشه. ما به آرومی میخوام با هم این کار رو انجام بدیم. پام بره جلو 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 و از روی پای راست بخشن سر. آخه خب این که خوشگله، اینو بلد بودم. یه ذره آروم مثل مورچه بگردونیم بیاریم خونه، وایسیم، تموم شد. دفعه بعدیش آروم بریم بیرون، یواش یواش بچرخونیم، یواش یواش بیام جلو، یواش یواش بریم خونه. دفعه آخر چیکار کنیم؟ دستم روی بار، یواش یواش میریم جلو، مثل قلمو یه دونه نیم دایره، ربع دایره، یه دونه دیگه نیم دایره، میاد خونه، میدوه جلو، میچرخونه، میره پشت، برمیگرده. متوجه شدی؟ پس اصل حرکت این دوران کاملشه. خب و یه چیز رو به مرور یاد میگیرید که زمانی که ما داریم از مفهوم به اسم هوندوشان استفاده میکنیم، یک شمایل د رو داره به ما نشون میده. یه مثالی میزنم، همین حرکتی هم رو زمین بود، بعد ما متوجه میشید یه کاری رو انجام میدی به اسم هوندوشان، پا رو اینجوری میایی بالا میچرخونی. خیلی فکر کنن این دایره است، نه این همون نیم دایره روی زمینه. خب این حرفی یه ذره رو خوب یادتون بمونه، بعدن که یه ذره جلوتر بریم متوجه میشین جریان چقدره که اینو دارم اینجا میگم. پس الان با هم دیگه میخوایم هوندوشان به درست حسابی روی زمین انجام بدیم. خب خیلی آروم انجام میدیم و از همه یه خواهشی دارم، اگر شما خب مثل ملینا تا الان و این لحظه دقیقا حرکت رو از پای راستتون شروع کردید، خب این حرکت رو بیایم با پای چپ شروع کنیم. باشه، بهتون کمک کنه راحت تر انجام بدیم. پس همه میخوان پای چپ رو حرکت بدیم. خب مینا الان آهنگ میذاره، همه حاضر، قشنگ دستشو میذاره روی با راحت راحت. باشه من باز میبرمشون. خب خوبه، دو تا دست روی بار قبول بریم، بیان همه. من دو دستم روی بار مثلا، خب چونه من دو دست رو بذارید، خب من مجبورم. اوکی بریم، همه قرار با پای چپ بعد روی پای راست بریم جلو 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 جلو، بگرد تا نصفه، برگرد بزنیم
مثل جلسه قبل. خب یه بار دیگه بریم بیرون، برگرد تا نصفه بریم، تمومه. حالا یه بار از پشت همه رفتیم، آماده. یواش یواش بس روی پای راست، پای چپ وزن نداره، این شکل نمی کنی پا دابو میشه، همه یه بس روی پای جلو. خب میچرخه میان بقید، آروم میریم خونه، میریم بیرون، میچرخیم جلو، میریم خونه، بریم پای راست، همه وزن روی پای چپ، همه یه پای راستمون جلو. بره بیرون زیاد باز نشیم و باز نداشته باشیم. به چرخم، من چرخیدم، من رفتم خونه، دوباره من میرم بیرون، من میچرخم، من میام خونه. یکی دیگه بریم باز روی پای چپ، پای چپ سه چیکر باستن تو خوشه، دست روی بار، همه پای راستمون میره بیرون، میچرخم، برمیگردیم خونه. حالا وز روی پای راست، یواش بریم بیرون، یواش فقط، یواش پشت، بریم خونه، همه وایسیم. دوباره الان نوبت پای چپه که سفت شه، پای راست حرکت کنه، حاضر. آروم بریم بیرون، آروم بگردیم، آروم بریم پشت، آروم برگردیم خونه. تا اینجا همه چی اوکیه؟ خب یه بار دیگه هم از پشت شروع کنیم دفعه آخر. خب یه تیکش رو نمیدیم قبله، دو دست روی بار، همه حاضر. پای چپ رفت بیرون، پای راست گشت 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 تموم شد. این وریو بدیم پای چپ سه، پای رو دستتون روی بار، ها در هزار دفعه گفتش نمیدونم، ها نمیتونم یه بگرد، من جدی میگم با سمین خودم اینجوری بایستادم. بریم بریم میریم جلو 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 جلو، میگردم میریم پشت، میریم خونه، یه بیگه بلنشیم، قشنگ نفس میشیم، بریم تمرین بعدی. خب دوباره چه کاری خوشی داریم اینا؟ میخوام با هم دیگه، خب میخوام با هم دیگه چیکار کنیم؟ میخوام با هم دیگه روی یه پامون بازی کنیم. باشه، من الان پوزیسیون اول وای میسم. خب اگه دوست دارید میتونید اینجا وایسید از سوم، اگه نمیتونید اولم باشید. خب ولی یادتون باشه که معمولا این کار رو باید از همون سوم و پنجم انجام دادم، آهنگم نذاشتم، اگه نم همه همزمان انجام میان روی پای چپ، پای راست رو برمیداریم، میذاریم زمین. میان روی پای راست، پای چپ رو برمیداریم، میذاریم زمین. میان روی پای چپ، پای راست رو برمیداریم، یه ذره میبرمش بالا. اگر هم پاموه نمیشه اشکال نداره، ها مثلا اینجا اصلا اشکال نداره، یه ذره میارمش بالا بالا، سر میخوره بره پای، میام روی پای راست. سلام، دوباره قد شدیم یه وسط کلاس، امیدوارم که حالا سیف شده باشه قسمت قبلی. ادامه میدیم، داشتیم با هم تمرین بطن و قوطیقه رو انجام میدادیم، مگه نه؟ گفتیم چیکار میکنیم؟ گفتیم میام روی پای چپ، آروم پای راست میاد بالا، آروم میاریمش بالا. اگه میتونیم پامون بیشتر بکنیم، یه کوچولو بیشتر، سر میخوریم روی پای، میان روی پای راست. سلام دوباره پریدم، ادامه بدیم. میان روی پای راست، پای چپ رو میاریم بالا 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 بالا، آروم سرش میگیم میریم پایین. خب حالا قراره کار جالب انجام بدیم، قراره سعی کنیم، خب سعی کنیم یه حرکت رو انجام بدیم به اسم فوند. خب فوندو یعنی آب شده، مثل پنیر فوندو شب شنیده باشه چون خورده باشه. خب ببین خوشگل من، سه فون بایسی نگه میشه، اگه خیلی سخت همون حرف هر جوری که راحت. خب آروم پا رو برداریم، تا
ترجیحاً دسردش بقل، من فعلا به جایی کاری ندارم. خب همین بقل باشه یه لحظه. حالا بیاریدش اوبوری پایین شکلیه، ناز وایستادی، سعی کنی روی باتون بمونی، بذاری بستنی یه بار دیگه برش داری. حالا پای زمین یه کوچولو خم کنی، نفس بود قشنگ از روی بارسه اور پارو صاف کنی، این پارو بذاری جلو، دوباره اور اون جوف و خم. آها آها شد، بذاری بستنی یه بار دیگه امتحان کنی با یکی پا. این برقرار واقعا پله پله اینو انجام بدم. خب شروع کنیم، اول بیاریدش بقل. آخه خب مرتب همش بیام جو، حاضری قشنگ دست روی باره خوشگل وایستادی، آروم پاتون رو خم میکنی، آب میشن آب میشن، هر دو بارو صاف میکنی، این باره صاف کردن بعدی پانو جلو میداری سن. این حرکت توی ارتفاعهای مختلف انجام میشه. خب اصل حرکت اینجوریه که من اینجا حالا بعدا یاد میگیریم باز میکنم با یه ارتفاعی. خب اما فعلا ما اگه بری بدن ویدیو نا کنیم روی زمین میذارم پامو، باشه که راحت تر باشه. پس چی شد؟ اینجا میام باز میشم روی زمین میذارم و تمام میکنم. یه چکیده ای از حرکت فوندو بود که دوست داشتم بهتون بگم که یادتون بمونه. بریم سراغ حرکت بعدی. برمیگردیم به اون سودوکو پیه. خب دو تا دستم بریزیم روی بار و با هم میخوایم حرکتی رو انجام بدیم که بهش میگن ضرب کوچولو استفاده. باشه من آروم پامو از سفر برمیدارم میزنم سلکود پی بقل. باشه گذاشیم از سلوم، این دفعه سلکود پی بقل رفت. یه چیزی وجود داره توی باله روسی، یه سری حرکت ها از اینجا شروع میشن، یه سری از این بقلیه شروع میشن. یاد میگیرین ها، فعلا به حرف نگرشن. از بقلیه میذارش پشت، میذارش بقل، میذارش پشت، بیارش بقل. هم یه بار دیگه امتحان کنیم. پای چپ رو میزنم جلو، پای چپ رو برمیدارم میزنم بقل، میبرم پشت، میام بقل، میبرم پشت، میارم بقل، میزنم به سری و تموم میکنم. این هم هست. ببینیم حرکت آخرمون. خب من قراره سوم بلیستم، اگه از این سخت بشه افتر اشکال نداره. خب چون خیلی تازه تازه وامیستم دستم روی باره، اما آروم میندازم باره و سرم بکشمش. حالا پای چپ رو میرم جلو، حاضر میرم 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 میندازمش، میزنم یه بار توی بدیم پای راست، پای چپ سرست راست بیرم بالا میاد پای میخواد. حالا وزن بندازیم روی پای
یه ذره آشنا شدیم که عقب به چه صورته. مرسی که میدونید و میتونید تصور کنید که من اگه امروز راجع به فوندو صحبت کردم که آب شدم فقط اومدم جلو، این فوندو قراره بغل بره، این فوندو قراره پشت بره و این فوندو قراره به ارتفاع حرکت کنه بعدها. خب این فقط یادتون بمونه که بعدا ویدیو میدونید که از چه قرار هستیم. یا اگه الان حرکتی رو انجام کرد، مثلا یه جوری خواستم کامبت ها برم اما خیلی آروم رفته که بهش میام بالا بالا، ببین اگه من جلو رفتم عقب رفتم دستم روی بار باشه، بعدن یاد میگیرم باید عقبش انجام بدم. خب ولی اینم یاد میگیرم برای اینکه نشون بدم من خیلی انعطاف دارم، اینجوری خودم رو کج نمی کنم، این آسیب میزنه به اون پایی که روی زمینه. خب از ناحیه لگن به پایین تماما رگاش میگیره، مانچه‌هاش آسیب میبینه. پس چی شد؟ تا جایی که بدن من جا داره توی انعطاف و من میتونم میبرمش بالا، به مرور فیله های کمرم قوی میشه، مانچه‌هام قوی میشه، بیشتر بالا میاریم. پس ما اینا رو امروز دوره کردیم، راجبش رو صحبت کردیم. الان میخوام یه وسط با هم دیگه یه سری تمرین با مزه دیگه انجام بدیم. باشه، اول از همه از همه خوشگلا میخوام که لطفاً آب بخورید قشنگ، استراحت کنید تا که بیان شروع کنیم با هم. خب من بیام اینجا توضیح میدم، ما میخوایم دستمون رو بزنیم روی کمرمون، حرکت دیگر رو روی زمین انجام بدیم. خب اما قبلش از همه تو خواهش میکنم که بلند بشید، آماده بشید، با هم پخت و پخت رو تمرین کنید. باشه، همه شروع میکنیم. بایستید آهنگ خیلی داشت کرد. همه رو شروع میکنیم از زده نمیدینا. خب همه پای ثابت، ولی ازتون میخوام با اینکه پاتون بسته است یه ذره جلو باشید. خب وز روی انگوش رو باز میشید. خب همه حاضر، همه آروم یک کوچولو پاش رو باز میکنیم، همه دستش رو میگیرن دست آمده خوشگل شد، شکم صرف باستن صرف، همه هم صاف و صوفی میانم ببین، همه هر بر دوتا دست رو یواش بارو میاره بالا، خوشگله میدنم که جوی دست رو به نمیانم، دست ها نگاه خود هم دیگر رو بس کنن میبینیم. خب این شد چی؟ دو، حالا پارم یواش آخه خیلی من این شماره دو،
حالا آروم دست رو دوباره برمیگردیم رو شماره یک. حواستون باشه انگوش رو دارن همگره بوکس میکنن ها، نندازه خودمون ها. خب آروم برمیگردیم پای اول، بریم حاضر همین دو همه میان اول. چه قشنگی، همه دست رو بریم بالای سرمون، هیچ شونش اینجا نباشه، همه شونه ها رو یه بگردون صف بگیم، پوش یکم صف بسرسه، پای راست تو بذار جلوی چپ. البته که این الان پای سوم و پنجمه میخوام وجود بیارش این برتر. آخی چقدر قشنگ شدیم. حالا آروم دست تو باز کن باز کن باز کن باز کن باز کن باز کن، برو شماره دو. اینجوری نباشی یا اینجوری نباشی یا سعی کن خودتو نگردونی، میدونم یه ذره یه جوریه ولی یاد بگیریم این شماره دو قبول. حالا قراره چیکار کنه ببینم، دوباره آروم یواش دستشو بیاره شماره اول، بس شد بیاد اول دستشو ببره بالا، خوشگل با استاده ببینم اینجوری که نیست، نه آخه پای چپشو بذاره جلوی راست، از سوم بیاد پنجم، اگه پنجم بایستن از سفر همون سوم بایسته. خب حالا توی شما پا رو ببندیم، همینجوری دستا رو بالا نگردیم، توی شماره سه بدونه که گردن خام شو بعد به توی دستا رو نگاه کنی میتونی، پس شش درسته، اگه خیلی عقب باشی درست داری، من اصلا کج شدم میبینی قشنگ یه ذره دست جلوتره، اگه خیلی عقب باشی این شکلی میشی یا اینو نمیخوام باشه، قشنگ میشی کم سه باستن سه آخش و تمام دست رو میاری به خب عرب باشه و این پایی. حالا یه لحظه شما بشین آب بخوریم، من یه بار پوزیسیون رو کنم به تو نشون بدم و شما لازم است من انجام بدیم، فقط نگاه باشه. ببین خوشگله من توی منطقه مختلف اصابیش فرق کنم، خب حتی بازم شما رو شما این اول خدا رو شد تو همه این افتزش اول، خب این هم دستش اول. حالا باله فرانسوی میگه اینجا بگیم انترپنسیون رو دیلو بگردر باشیم، همه اینجاست، روز یه جیبه نشه، روز خیلی آسان داره، روز دقیقا چهار سنگوش با تزنافه ولی بالا های کسیم دقیقا بگیم سیم دیلو بدن یا خب بعد. حالا زمانی که این میاد بالا میشه شماره چی؟ سه. خب تو فرانسه بهش میگن کراون، خب تاج. بعد توی باله روسی گفتم سه، توی متد یکسان هم پنجه، میدون باله ایتالیا نیمونه، این یاد باشه این اصلا که باله ایتالیا مانوفه. خب حالا بعد چی میشه؟ این دست که باز میشه میاد شماره دو، خدا رو شده همه جاست میشه دو. خب پاشو نگاه کنیم، یک یک دو دو سه 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 که پاش پنجه، خب باز میشه میره پایین. حالا اون دست و پایی که توی عموم ویدیوهای یوتیوب دیده میشه یا اکثر بالاهای عمومی آموزشش میدن، بعضی که اردیه، خب من میخوام راجع به حرف بزنم، اون میاد میگه که باید اینا همه بالرین رو بلد باشن، خب که دیدید یه جا گیج نشید، این یکه. خب من میرم دو نفای چند برکردم، خب شماره سه یعنی یکی از دست و پات به هم برسه بگو، خب شماره چهار یعنی اینجایی نمیدیم چهار باز میبینیم من این شکلی، خب این شکلی به سنان میشه چهار دست پات میبرد تامیان و در نهایت پنج. حالا یه حرفی بزنم، همین کار میتونه به صورت کوازه انجام بشه، یعنی چی؟ یعنی من بیان بگم یک دو اینجا 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 و اینجا، کامل متوجه شدید؟ توی متد روز از این سرگم راجب این دست و این دست، این حرف خیلی مهمه، در یک سر از متد ها به این دست میگن شماره سوم، خب شماره سوم خوازه بودن همونش خیلی چیز نیست بس که تنبیتون داره، خب قطعا خوازه شکتر یعنی مخالف باشه متوجه منظورم هست. ببینید خوشگله من اگه این دست سوم باشه، خب یه سری ها ببینم این دست سوم، توی سر از بطا ببینم چهارم،
حواسمون باشه توی صرف ها به این میگم چهارم. خب ما چی احتیاج داریم توی باله روز؟ ما تو باله روز بمیگیم کتیبتر دست و کچولو، بمیگیم کامتر دست بزرگه. ملینا جونی اینم دست بزرگ است؟ بله. اینم دست کچولوه؟ بله. تا اینجا یاد گرفتیم؟ پس از اون میخوام که اگه دوست دارید با این متوجه دو بیان بدونی که جرن از چه قراره. خب ولی در حد تا دو میگینم بلد باشی که ما در از سوم به بعد که اینجا بودیم بمیگیم چهار بسته. خب و که اینجا میشه بمیگیم چهار باز باز میخوام چهار بسته که میگید دست یکم یکی دسته و در نهایت پنجم. خب ولی چون که اختلاف هم یه طور زیاده اگه جای رفتیم از 3-4-5 استفاده کرد و شماره 3 و 4 یه جوری بود، مثال میزنم میومد به این میگفت 3، به این میگفت 4، به اینم میگفت 4، این پا. خب یعنی میومد میگفت این 3 خوشگلای من، این 4 بازتونه، این 4 بستتونه. فکر نکنید اینا اشتباه، فکر نکنید چه پیچیده‌ایه. توی روسی من به چی احتیاج دارم این بین؟ من خام خام میخوام، من پوتیم خام میخوام. مهم نیسته، یه بار یه تاکید میکنم اگه این خام خره، خب من اینجا ایستادم، پنجا بایستادم، هر کاری که دارم میکنم هر کاری جلو بود فرقی نمیکنه. یه نکته آخر، توی متد روسی از من میپرسن آیا خیلی مهمه که پای شما چی باشه؟ ما پوتیم خام خره رو برای پای به اسم سوم و چهار باز و چهار بسته و این صحبت رو به کار نمیبریم. ما برای کامبینیشن به کار میبریم ترکیب حرکتی. یعنی چی؟ یعنی من پنجم وای میستم دستم کتیب خره، من پنجم وای میستم دستم کامبه و این داستان کواز است، یعنی پای جلو دست مخالفش رفته بالا. خب یا این داستان اکاف داره، خب یعنی موافقه هم میگن، یا میان میگم چی؟ میگم توی پنجم پنج بازدم. به این مسئله که میگم حواستون باشه، خب چون توی باله های برانشین، باله ریدی، ایپریان و فرمسری هستش که خیلی تاکید میشه که دست و بال رفتنه. خب توی روسی همون جوری که گفتن هستش جریان واقعی. بریم سراغ برگشت. حالا از دستم شد همه وانیسی با هم خواهد حرکت دیگه رو انجام بدیم. باشه کمبینیشن واقعی میریم. یه حرف دیگه هم بزنم به دو شکل. شما که تازه دارید تو باله راه میفتید، یه کلاس باله به دو تا شیوه بسته میشه. یا طبق همون چیزی که توی سن پترزبورگ و بولشوی و طرف روسی درس میده، باید تمام حرکاتی که روی بال رفته رو توی سانت انجام بده به اضافه درسنامه‌های اضافی شد. خب یا این شکلیه، یا توی همون متد روس میاد میگه من یه سری حرکات رو روی بار انجام دادم، طبق همون حرکات یه سری حرکات رو توی سانت دارم، ولی لزوما در نداره که همش رو یه جا انجام بدیم. خب و توی همه متدها به شکل عمومی، هر متدی که باشه، شیوه دوم خیلی بیشتر مد نظره. خب که من یه سری حرکات تمرینی رو روی بار انجام بدم، کدگذاری بدن اون روز رو انجام بدم و بعد شروع کنم حرکات ترکیبی رو انجام بدم. لزوما هم دلیل نداره اگه حتما اونجا پیه رفتم اینجا بیام جدا حتما پیه بدم. متوجه منظورم میشین؟ اینا تکنیک های تدریسه. خب و توی باله های اکثر جای دنیا ما رو این مانور کنیم که یه بار میبنیم در حد 40-45 دقیقه و سانخمون درسته که اون الف بایی که روی بار بود و داره، اما در واقع یک سری حرکاتی هستش که میخوایم تمرینشون کنیم. حالا میریم سراغ حرکت پیه. من الان میخوام حرکت پیه رو به همراه حرکت تاندو با هر کمبینیشن انجام بدم. باشه همگی با هم میستیم، شروع میکنیم، قشن رای میستیم، لبخند، سعی میکنیم پامون اول باشه، دستمون بیاد اینجا، بیاد اینجا، دست همینجا بمونه، اگه سخته دست کمر، سخته دامن رو بگیریم. باشه یه بار همه دامن رو بگیریم، اول بریم بگیم دلی پیه پا آتان، همه دلی پیه پا آم صاف و تان. حالا دست بیاد اینجا، دست رو دیگه دست رو داره انگوشت هم دیگر باشه که صد دفعه گفتم نندازیمش. میری تا این
باز سعی میکنم خودم نگه دارم. سری دمی پیه بلنشین، دمی پیه بلنشین. حالا همه بریم توی شماره سم انجام بدیم. فرض بگیریم خب که این شماره پنجم باشه، یعنی همین اینجا بایسته. خب پیه تان ها بیا جلو، حاضر پیه تان تم شد. پس ما یه تمرین ترکیبی پیه رو انجام بدیم. یه حرف دیگه توی زبان فرانسوی تان دو بودن یعنی صاف بودن. خب اگر رفتی سر کلاس کارم خیلی میگم، میگیم اون تان لشان. خب ما سفت میکنیم کارو، اینو با اون بحث اون تان رو قاطی قاطی نکنیم، یه سری از استعداد کلمات مشترک. خب بریم حالا میخوام هم عقیق تان رو انجام بدیم. من همچنان برشون میستم، دستم رو به کمرم یه دامنم میگیرم. همه حاضر؟ میخوام هم شروع کنیم. دوتا بریم جلو، دوتا بریم بقل، جا رو عوض کنیم. دوتا بریم جلو، دوتا بریم بقل. همه هم شروع میکنیم. جایی که من وایسادم روبروی شما، به این میگن آنفس. باشه؟ یادم بمونه. شروع، شروع. همه حاضر؟ بریم. وز روی پای چپ. همه میریم بطمانتان تو میانخونه. بیا روی دوتا پات. برو روی پای راست. بطمانتان. برگرد. برو روی پای چپ، بطمانتان. یواش خونه، روی پای راست، بطمانتان. یواش خونه، روی پای چپ، بطمانتان. روی جلو، برگرد خونه. روی پای راست، بطمانتان. روی جلو، برگرد خونه. روی پای چپ، بطمانتان. روی جلو، برگرد خونه. روی پای راست، بطمانتان. روی جلو، برگرد خونه. دست بریم بعد ما جوته میریم روی پای چپ بیرون بالا زمین خونه بسته روی پای راست بیرون بالا پای زمین خونه بسته روی پای چپ جلو بالا زمین پایین بسته روی پای راست جلو بالا زمین خونه بسته حالا یه پیه تان دوباره روی پای چپ همه جلو این دایره خونه روی پای راست جلو این دایره میری خونه روی دوتا با پیه با دو نشین حال دست یک سول کدو پیه بغل زمین سول کدو پیه بغل زمین تمام شد. پس امروز یه سری ترمینا رو انجام بدیم. حالا میخوایم با هم دیگه را بریم خب و یه ذره با هم دست رو تمرین کنیم. قبوله؟ من این آهنگ رو براتون میذارم. همه حاضریم؟ پس امروز یه کوچولو ما روی تکنیک بیشتر مانور داریم که وقتی که شما از یه دل منا میرید و ویدیوهای جلسات قبلی رو میبینید کاملا متوجه بشید جریان از چه قراره. خب گیج نشید، نگید اینا چرا این کار میکنن چجوریه. من وایستم از شما فاصله دارم، دستم به دامن دیگه خاصم میرم روی پای راست یه قدم میزنم زمین میام روی یکی پا سریع میانم جلو را میرستم کن جا میام جلو اول بایستم با دست میرم یه انگوشه ما آروم یواش میرم پا رو میزنم دوباره پا باز این بار با دست دستا انگوز بریم یک یک باز یک دو دو باز بالا سه سه باز بالا باشه.
دستا بیاریه دستا باشه بریم اول پای چهار جلو دستا باشه پای راست جلو دستا چهار بیاریم پای چهار جلو دستا باشه پای راست جلو دستا چهار بیاریم حالا فرمه برسیم دستا باشه خواهش میکنم که لطفا آب بخوریم. درباره پریدن من یه فلشبک بزنم. هیچ انسانی در روی کره خاکی خب نباید زمانی که داره میپره خب عوض کنه با پای صاف پره، اوکی؟ بعد از همین که روی پای صاف فرود بیاد این کار خیلی خطرناکه، این کار شاک میده به انگشت پاتون، اوکی؟ و ممکنه که اون لحظه هر اتفاقی واقعا براتون بیفته. یعنی یه سری چیزا ایمنیه، همچین صرفا این نیستش که این حرکت رو انجام میدهیم چون که بیکار بودیم گفتیم باید همه پلیه کنم و غیره. اینا برای اینکه حرکت بشه انجام بشه، اوکی؟ ما الان همه هم میخوام بیسیم بپریم. من یک بار دیگه قشنگ پرشو بگم، ما از پوزیسیون های مختلفی به شکل های مختلفی خواهیم پرید. یعنی شما یاد خواهید گرفت که شما مثلا میگم ما یه همچین پرشی رو خب دارید، از اون طرف پرشای دیگر رو دارید، نمیدونم از اون طرف یه همچین چیزی دارید، از اون طرف همه اینا که میرسید بهشون، الان میخوام واردشون بشم. یعنی میخوام بدونید ما دو تا گروه صوتیه و صوته داریم. صوتیه یعنی همچین چیزی، میبینید چی میگم؟ صوته یعنی همچین چیزی، یکیش پرش نینیه، یکیش پرش گنده است. خب و به پرشه نینی میگیم باونسینگ. یعنی اگه پالو کلاسی رفته باشی که انگلیسی کار کنم اصلا خیلی میشنم که میگم داریم باونس میریم. خب پرشه هم که جامپه، اوکی؟ حالا ببینید من یه بار دیگه بگم، ما دستمون رو کمر رو میگیریم، پاها رو خم میکنیم، خوب به حرف منه گوش بدید. شما میشه یه فنم وقتی دارید با تو خم کنید اینجوری نیستید. خب پا صافن از زن ببین زمانی که شما دارید پیه میکنید اشتباه رو اجما ما فکر کنم هم خواهیم بشینیم. نه شما در عکس تصورتون دارید از زمین انرژی میگیرید میپرید بالا صاف میشید. این میشه پوزیشن اول، این میشه دوم، درسته؟ این هم که اصطلاحا حالا امروز از سوم میریم، بعدا یاد میگیریم از پنجمه، بعدن یاد میگیرید این پنجامه عوض میتونه بشه، بعدن یاد میگیرید مثلا قیچی میتونیم بازشیم ببندیم، بعدن یاد میگیرید اینجا باز میشیم، اینجا پا میشیم، اینجا باز میشیم، اینجا میبندیم. متوجه هستین؟ اینا همه در پی درسای آتی هستش. حالا همین الان وسط وا میسیم، میخوام با هم صوتها رو دقیقا تمرین کنیم. اگه خیلی میخواد خودتون رو به چالش بکشید، خب دستتون رو به کمرتون بگیرید، یا دستتون به دامنتون بگیرید، قبوله؟ یه لحظه بازیم بریم خوشگلا، دست دامن پا باز، همه آماده، قبول، همه حاضر، اول پوزیشن یک، همه میگه میپنیم کنشون صاف صاف، همه میگه
کوچولو را صاف صاف. همه پیه کوچولوی پریم صاف صاف. همه آماده دیگه چطور؟ شماره یه دو آماده. پاها یه ذره خم یه ذره بالا صاف. دوباره پاها یه ذره خم به پریم بالا صاف. آفرین. حالا میان شماره سوم آماده یه چالش گسته بریم. یه ذره خم به پریم بالا صاف. پا عوض خم خم بالا به پریم پا صاف. پا عوض خم خم به پریم بالا پا صاف. پا عوض خم خم به پریم بالا پا صاف. پا عوض خم خم به پریم بالا پا صاف. پا عوض. حالا دست کمر همه شیشون موازی سمت راستون نگاه پیه به پر بلند شد. حالا من نگاه مقصر به پر بودن شد. حالا نپر فقط به چرخ نگاه سمت من باشه. قبل از بند به من برسه دوباره من نگاه کنی این بر هم من نگاه کنی هم نگاه کنی سر اینجا رو نگاه کنی این بر تنها چرخ نگاه از با چه میخواد به انوشه با تو باشی با سر کنی که این بزر باید کنی چون این استناس پاتین به شما من بودی با اطراب چرخی چه برای جذب آتی بالا به نیستی میخوام به شرفی که همه اینا این بیس رو قرد از ما کنم حرکت بعد ما میخوام یه ذره برای آخر جلسه درباره عدد صحبت کنیم و درباره اصطلاحاً خلوانس خب یا کرسی انگلیسی میگن. ببین قشنگ من کاری که الان کردم به این حرکت ها میگن الکو. خب الکو تو زبان ایتالیایی یعنی حرکاتی که داره تون تون انجام میشه. اوکی الاجیو تو زبان ایتالیایی به معنای حرکاتی که به آرامی انجام میشه. چرا این دو تا ایتالیاییه بدید بعدا فیلم تاریخ بالی مرده بدید ترجمهش متوجه میشید که اصلا باله اولین قدمش یک رقص سنتی برای بوشوها یا آدمی اشرافی در ایتالیا بوده که بعدا میاد وارد فرانسه میشه و دیکتاتوس و کلن داستانه خودش که تغییر اینجا میشه. اما اون بیسه اولی هنوز باقیست. خب پس دو تا گروه حرکتی وجود داره. خب بهشون میگیم الکو این جامپ هاست. من کاری به حرکت دیگه که تونده ندارم. خب مخصوص منظورمون الان این جامپ هاست. تمام حرکتی باید بپری چه سوتیه باشه خب چه سوته باشه متوجه شدین و ایسی هم حفظون باشه بعدا که بزرگ میشیم یعنی مندار که پیشرفت میکنیم خب قراره که پیه کنیم بپریم با پا رو بکشیم خب و این قضیه بعدا اگر تونستی توی منزل با بار امتحان کنید حرف منو قشنگ متوجه میشید چه خبره ولی زیاد به خودتون فشار ندید. این از چی میخواست بگه به اینه آها یه گروه دیگه حرکت داریم به اسم ادهجیو. ادهجیو تمام موومان خوماتیک یعنی چی؟ تمام حرکات هایی که اصطلاحا دراماتیک و خوماتیک هم یعنی چی؟ یعنی باله یک تئاتر نمایشی هنر ششم هست خب که توش ما هنر تئاتر داریم بدن داریم موزیک داریم و بدون دیالوگ داریم یک رولی رو ایفا میکنیم یک نقشی رو بازی میکنیم در جریان هستید. خب حالا حرکات ادجیو اون دسته از حرکاتی هستن که به آرامی انجام میشن و بعدن که ما خفن تر بشیم متوجه میشیم که توی رقص ها این حرکت ها رولر قضیه است. خب و کسی بالرینه بهتریه درسته که همه چیش عالی باشه ولی بیشترین حد ممکن بتونه که حرکات ها رو بکشه و انجام بده. بعدن که ویدیو رو ببینید اینجا به این صحبت رو هم میرسید که یه زمانی دمیسی از حرکات رو خیلی آروم انجام میدیم و بعدا مثلا سه تا جلسه بعدش اون حرکت خیلی تند میشه. اوکی وقتی شما به تندترش میرسید میگید عجیبه من وقتی این آروم انجام میدم سخت‌تره برام چون توی آروم انجام دادن همش باید کنترل کنیم ماجرا. خب حالا ما بخواهم الان یه نمونه عدش انجام بدیم و بعدش خلوانس بریم.
قوقانس به معنی احترامه. توی مدارس سنتی روز اول قوقانس میرن، وسط قوقانس میرن، یعنی قبل بار قوقانس میرن، بار که تمام شه قبل سانت قوقانس میرن، سانت که تمام شه قوقانس میرن، اگه پوینت داشته باشن اون روز بلافاصله بعد کلاس دوباره قوقانس میرن. یعنی توی هر پارت درسی قوقانس رو دارن. توی مدارس کلی دنیا خب قوقانس فقط آخر کلاس انجام میشه و آخر نمایش باله قطعاً، خب که به منظور احترام به بیننده من، به منظور احترام به پیانیست من و به منظور احترام به استاد مرجع من و به منظور احترام به تمام انسان‌هایی که توی این فضا حضور داشتن، حالا کسایی که با من همکار بودن داشتن میرقصیدن همکلاسی بودیم یا هرچی. قبل از این سراغ قوقانس میخوام آخرین نکته درسی رو بهتون توضیح بدم. ببین امروز هر کاری که ما کردیم ترجیحاً اینقدر ادای قوقانس انجام بدیم به این حالت بود. به این میگن آن فس، آن فس. حالت دیگه وجود داره که شما در قطر این مربع میبینید، این که من اینجا انداختم خب تپیه، حالا دامسه این و این میبینیش. من توی قطر وایستادم، ترجیحاً پوزیسیون پنجام. خب حتی اگه بخواییم امتحان کنیم همه سرگون باسیم که آسون تر باشه، الان من پای چپم جلوی راستم و من نگاهم به سمت راست این خانه است، این استودیو. خب این که برمیگرده میره پشت، من فاقم باز شد درسته، پای راستم من جلو پای و من نگاهم به سمت راسته. زمانی که شما پاتون باز باشه خب به این حالت میگیم افسه، اپول ما تا اپول شنگیم، شونه ایه باز، شونه ایه زبدری، اپول ما خوازه، اینو خیلی میبینید. خب پس هر موقع شما توی قدر اون فضا ایستادی این شکلی بودی میگن اپول ما هستین، خب خوازه. هر وقت این شکلی بودین میگن اپول ما هستین، افسه. نکتش چیه همین اول بدونیم؟ دسته. خب بعدا مفهوم میخوام بتونه کفه که برای امثال نیست. خب ببین توی افسه شما اکاختی، یعنی چی؟ اکاخت نیستی، خوازه. یعنی که پای راستت اگه جلوه، اینی که جلوته چپ نیستا، چپه، راست نیست. ببین یه همچین چیزیه، زمان که شما خوازه هستی خب یه جوره دست و پاتون یکی نیست. خب افسه هم همینطور، توی اپولما کلن این قضیه وجود داره. اینو دارم میگم اطلاعات عمومی، تمام تمرینه که امسال ما انجام دادیم اپولمان، اوکی؟ اپولما افسه، اپولما خوازه، شونه ایه خوازه افسه. بعدا مفهوم دیگه یاد میگیری که دست اکاخته، این دست هماهنگ میشه، صحبت میکنیم الان بدش کنیم. فعلا یادم بمونه که همه چی اینجا خوازه است. اما اگه توی یک ترکیبی مثلا مود یک سایکل سامی میکنیم یا توی کوریوگرافی خب یکی دست تو اینجوری کرد، کسی نمیگه وای تو چرا دست تو اینجوری کردی، اینجوری گرفت، کسی نمیگه وای اینجوری گرفت، اینجوری گرفت. یعنی خیلی زیاد درگیر این مسائل نکنیم. خب درسته که قوانین کلی وجود داره، اما زمانی که شما دارین راجع به کوریوگرافی حرف بزنید، طراحی رقصه، خب اینو این خیلی خوشگل‌تره قطعاً، ولی شاید شما اینم داشته باشید، اینم داشته باشید، میدونید؟ ولی به صورت مفهوم کلی زمانی که ما اپوان های خوازه ایستادیم میگن که باید خوازه باشه، خوازه میزهب داره، اوکی؟ اینم تو اینجا بریم سراغ برحرفمون. چرا این سخنرانی رو کردم الان؟ شما تازه جلسه سوم مبتدیین. خب توی قوقانس، یعنی شاید شما برید سر کلاس باله، خب جلسه اول، دوم، سوم، یه ماه بعدش، دو ماه بعدش، همه چیز کلن رو به رو باشه. ولی از همون اول که گفتید سلام علیکم، یه اومده که یه حرکتی داریم که من کج وایستادم نسبت به تماشا چیا. خب من کج وایستادم نسبت به تماشا چیا، من کج وایستادم نسبت به تماشا چیا. این چیه؟ این جرنه کسی رفتن. من همه این قصه ها رو گفتم که بهتون بگم یه بخشی از حرکت هست که چون به منظور احترامه معمولا دستکاریش میکنم. متوجه منظورم ایشین؟
این یه ذره یه مسئله که مثل گفتن مثلا با نماید خدا میمونه، میدونی که حالا داری نقطه میذاری پایان بدی. معمولا همه سعی میکنن که یه تیپ انجامش بدن، موانا مختلفه اما اصول یکیه. بعد از عدش کاملی هم انجام میدیم. الان ما اول یک سری حرکات کششی رو داریم به همراه آهنگ مونای تو همین لبلی که خونیم و بعد خدوانس رو انجام میدیم. شما کاملا نمیدیم. من الان میذارم موزیکشو، همه یه قشنگای ملینا دنبال ملینا بیان. خب مهم نیست چقدر دستتون با میشه، پاتون با میشه، با حال نمیرخصید، چه خبره، بدش کنید، بیایی تمرین کنید. باشه؟ من این آهنگ ناز براتون میذارم، خوشگلا. یه بسن با نیستیم شماره من و کلن آنفستیم تا خودتون بگم. میخوام عدش کنید. اول دست خیلی عدش دست رو بینی بالا نداشت. خب هیچی نداشت واقعا، قبول کنید دیگه از این ساعت هر نتوست هم همه بدم که از جست قبلی خیلی آسون تر رفتم. ببین من قراره یک ادعجی رو انجام دادم. خب ادعج هم میشنوی اسمش جونم براتون بگم. این خواهیم بریم خیلی خواست. من میخواهم قبلانس رو با سیستم دست دارم پخت و قبل بریم. پخت و قبل یعنی حمد دست ها، پخت یعنی حمد کردن، پخت و قبل یعنی نگه داره یه جوری دست. خب این هم یکتون باشه. میخوام با هم دیگه یه خدفانس بریم و یه پختور خواهد. خب چند خوده خدفانس بریم چشتون آشنا بشه؟ قبوله. پس من یه آهنگ ناناز میذارم با هم دیگه انجام بدیم. باشه بریم.
شد همه وسط. استودیو دانس خونه اینجا سر این کلاس من هر جلسه بعد از همه ویدیوها یه تمرین کشی گذاشتم برای اینکه من فرض رو برای میذارم که خوشگلای من شب فرصت نکنن که خستگی بدنشون رو قشنگ درست حسابی از بدن خارج کنن و واسه همین یه سری حرکات کششی هم انجام میدم. همین سر حرکات کششی امروز قبوله همه روی زمین میان با بالشامون باشه. قشنگ میشینیم روی زمین آخیش بالش میشینیم روش درسته. خب پاها رو بغل میکنیم نفس فوت نفس فوت آن پاها رو باز میکنیم بلند میشیم به سمت بالا ناز میکنیم بالا بالا Thank you.
نفس بود، نفس بود، پا بستر، پا رو سرچم، نفس بود، نفس بود، پا بستر، بالشو میذاریم یه پا به روش این اینجا خوب آروم کمر رو خم کن یکی از دست رو بشین همه یکی از دست رو تم شد عوض میشن یه بار دیگه یکی از دست رو بشین یکی از دست رو کمر آخه حالا یه دوباره روی بودش خودم میکشم پشن سرد میکنم از روی زمین یک نفس در بره مرسی که تا اینجا این ویدیو رو نگاه کردین از دلم من تلاش کردم سر این کلاس هایی که الان برگزار شد سر مفهوم این چند بندی رو به شما بگم خب بعدا که این ویدیو رو نگاه میکنید ما یه سری ویدیو چند بندی داریم که توی حالت پیج به اسم مبتدی و درسنامه است اوکی جدا از اون حرکت ها خیلی هاشون جداگانه توضیح داده شدن پلیر چیه والا اسفیر معناش چیه و غیره جدا از همینا یه سری ورکشاپ های نم باده اسف، باده روسی و غیره بگردید همه رو پیدا میکنید خب شما لطف کنید اگه تازه دارید باده رو شروع میکنید به شما بدنتون فشار اضافی نیارید از هفته یه بار شروع کنید یواش یواش هفته دو بار و من منو توصیه نمیکنم که هر روز تمرین کنید خب نه مثلا هفته سه بار دیگه خیلی حرفه چهار بار میدونید همون آهسته پیوسته رفتنه و تمرین روتین هم یک ساعت و این دو ساعتتون خیلی بیشتر تو یادگیریتون تاثیر داره و پیشرفت رو میبینید تا اینکه خیلی خودتون خسته کنید از هر دو خواهش میکنم هر سوالی که بود واقعا بدون هیچ تعارفی لطف کنید به من مسج بدید دایرکت بفرستید من اسرع و خدمتتون هستم تمام کلاس های این صفحه به شکل رایگان برای عموم داره برگزار میشه یادتون نره ها شما میتونید از طریق اسکایپ یا لایو اینستاگرام با منا همراه باشید مرسی از همتون شاید زود زود دوباره میبینمتون خدافظ